He's turning away. He's turning away. Yeah, fight, if he turns away one more time, the fight's going to be stopped. کازاخ تارین جس پرشر این سجاد غریبی است، میگفتند هالک ایرانی است. خودش هم باورش شده بود. او را با مصاحبه ها و گزارش های مکرر بادش میکردند. خبرگزاری فارس در سال 95 او را رستم ایرانی خواند و به نقل از او نوشت برای اعزام به سوریه نامنویسی کردم و حتما میروم. سجاد غریبی اما تنها یک نمونه است. در سالهای اخیر تعداد این دست افراد که با شناختی ساده از آنچه اصولگرایان را به ذوق می‌آورد و به صرف اعلام همسویی توسط جریان اصولگرا باد شدند و بعد از مدتی بادشان خابیده کم نبوده. خیلی از این نوحالک‌ها هم البته هنوز رسوا نشدند، اما برخی از مهمترین آنها را معرفی می‌کنیم. الاسم الى الاخ العزيز حسين راح اسميه انا من ارض العراق من ارض الامام الحسين اسميه ابو حر ان شاء الله على الامام حر الرياح ان شاء الله. مرداد ماه سال 95 فردی معروف به ابو حر که در یک سایت جعلی برای اعزام مدافعان حرم به سوریه و عراق ثبت نام و از آنها کلاهبرداری می‌کرد بازداشت شد. ابو حر کسی بود که تصاویر و کلیپ‌های او در حالی که در کنار ابو اسرائیل از رزمندگان عراقی حضور داشت در باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما مکررن منتشر شده بود. برخی حتی ابو حر را کیان ایرانی و ابو اسرائیل را مختار عرب نامیده بودند. درسته ما نمیدونم دهه 70 یا دوران دفاع مقدس نبودیم، دوران جنگ نبودیم، دوران 8 سال دفاع مقدس نبودیم دفاع کنیم، ولی الان واقعا داریم حقمون رو ادا میکنیم. مهرشاد سهیلی را با عنوان جوانترین فرمانده آتش به اختیار به جامعه معرفی کردند. صدا و سیما هم او را به برنامه های خود دعوت کرد تا شرح کمپین های این جوان دهه 80 را به اطلاع عموم مردم برساند. کار تا جایی پیش رفت که آیت الله مصباح در مراسم افتتاح کتاب زندگی نامه و شرح خدمات او حضور پیدا کرد. و این شخص هم به محکوم شده به 3 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت با توجه به سنی که در زمان ارتکاب جرم داشته. سهیلی در بهمن 1400 بازداشت شد. دادگاه با اتهاماتی نظیر تحصیل مال نامشروع، غصب عنوان و جعل سند در فروردین 1401 برگزار و نهایتاً به 3 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت جزای نقدی و رد مال محکوم شد. به خاطر اینکه من تصمیم گرفتم داستانم رو به اون روزنامه اسرائیلی بگم. دلیل اینکه این روزنامه اسرائیلی رو انتخاب کردم این بود که احساس کردم مهمه که مردم هم در ایران و هم در اسرائیل بدونند و یک نگاه متفاوتی رو نسبت به تحولات خاورمیانه پیدا بکنند. یک یهودی الاصل که ناگهان سر از ایران درآورد و در کنفرانس‌های مبارزه با اسرائیل شرکت کرد. کاترین شکدم آنقدر مورد اعتماد بود که اجازه پیدا کرد تا با رئیسی مصاحبه کند. او بارها به عنوان مرجع خبری مستند در صدا و سیما معرفی شده بود. من این مزیت رو داشتم، این فرصت رو داشتم که با آقای رئیسی مصاحبه بکنم وقتی او هم نامزد ریاست جمهوری بود. اما بعد از خروجش از ایران مشخص شد هر آنچه گفته بود کذب بوده. شکدم به گفته خودش مدتی با شرکت ویکی استرات همکاری کرده بود، شرکتی با هدف ارائه مشاوره ژئو استراتژیک و تحلیل ژئو استراتژیک است که سال 2010 در اسرائیل تأسیس شد. شکدم با چنین سوابق و نگرشی در ایران توانسته بود در رسانه‌های جریان اصولگرا به صورت برجسته حضور پیدا کند. حالا بازم بشمرم اینا گزینه‌های روی میز ما. خواننده موزیک ویدئوهای حماسی چند سال قبل تبدیل شده بود به پای ثابت برنامه‌های جریان اصولگرا. او ترانه‌هایی می‌خواند که باب دل جریانی خاص در ایران بود، مانند ترانه‌های مرگ بر آمریکا و گزینه‌های روی میز. حامد زمانی سال 92 گفته بود باید در موسیقی انقلابی هم هیئتی عمل کنیم، یعنی موسیقی حامد زمانی باید شبیه کار هیئت باشد. علی میبردی باشه. اگر من جرمی مرتکب شده بودم خودم فیلم میگرفتم یا مثلا بچه های من فیلم میگرفتم میذاشتم فیلم بگیرن؟ نه انقدر احمق نیستم که
جانماز آب نمی‌کشیدم. نه نمی‌گرفتن. با این حال هواپیمای پیشرفت او در آسمان جریان انقلابی در نهایت در 3 مرداد 1398 در فرودگاه مهرآباد تهران زمینگیر شد، جایی که یکی از همراهانش به علت حمله ادوات ممنوع بازداشت شد. حامد زمانی تلاش کرده بود مانع این بازداشت شود. او پس از این جایگاهش را در رسانه‌هایی که مانند هالک ایرانی او را تقویت می‌کردند از دست داد. ما فکر کردیم که یه ویدیویی درست کنیم از مشهد که مثلا من با بادیگارد و خواننده و اینا هم، ولی خیلی ناراحتم. بعد یکی یکی لباسامو میذارم و میرم پابوس امام رضا و حتی کفشامم در میارم به بادیگاردا میگم نیام پیاده میرم. در آستانه انتخابات 96 برای جذب فالوورهای او در اقدامی استثنایی ترتیب دیدار تتلو و ابراهیم رئیسی در فرودگاه داده شد. این اتفاق انتقادات زیادی را به اصولگرایان سرازیر کرد، اما جریان اصولگرا دست از حمایت او بر نداشت. علی اکبر رائفی پور در حمایت او در نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد که به حال تتلو قبطه می‌خورم. علیرضا پناهیان نیز دیدار رئیسی و تتلو را با دیدار امام حسین و زهیر ابن قین مقایسه کرد. این سید بزرگوار با اون یک ترانه خانی که خودش میگه آقا من اون کارا رو گذاشتم کنار، جلسه گذاشته عرق دینداری بعضی یه دفعه زده بالا. ابا عبدالله حسین از زهیر کمک گرفت. زهیر میدونی یعنی کی؟ حالا ایشون که کمک نخواسته که. کار به جایی رسید که تتلو به جشن خبرگزاری فارس دعوت شد و در کنار حمید رسایی، نظام الدین موسوی و مجتبی زنوری نشست. بسم الله الرحمن الرحیم. ایوب فروغی رات هستم، فرزند علی، متولد 1370، ملقب به آرمین راد. من به اتهام نشر عکاسی در فضای مجازی دستگیر شدم. سال 98 خبر بازداشت آرمین راد بسیاری را متعجب کرد. او که به عنوان هکر انقلابی شناخته میشد، با ظاهری متفاوت در این جریان حضور می‌یافت. رسانه‌هایی از جمله فارس و جوان می‌گفتند او می‌تواند صفحات عرب اسپورت و چندین صفحه از جریان‌های پادشاهی‌خواه و پانیرانیسم را در کمتر از یک هفته هک کند. آرمین راد بعد از بازداشتش مدعی شده بود که اتهاماتی که به او وارد کردند کذب محض است. با این حال از آن تاریخ به بعد ستاره بخت او نیز در جریان اصولگرایی افول کرد. اومدم عقب دیگه فقط دیدم سرم آتیش گرفت و جلوی چشم هی درسگاهی میبینم. 25 نمیدونم 23 تا یا 25 دقیقا نمیدونم بهم میگه، یکی میگه 23 تا، یکی میگه 25 تا. اردیبهشت ماه 1401 سخنگوی شهرداری تهران در متنی حماسی نوشت سید جواد هاشمی شهردار ناحیه 3 منطقه 19 در هنگام مأموریت مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز با ضربات چاقو از ناحیه سر به شدت مجروح شد. چند روز پیش هم به ماشین وی تیراندازی شده. هاشمی در پاک دستی و جدیت در مقابله با فساد از مدیران شاخص شهرداری تهران است. برای سلامتی ایشان دعا کنیم. بلافاصله علیرضا زاکانی شهردار تهران هم به دیدار وی رفت. کمی بعد گزارش پزشکی قانونی مشخص کرد که احتمال حدوث جراحت در شرایط غیر منازعه مانند خودزنی قویاً مطرح است. بعدن گزارشات اومد که توی این گزارشات حکایت از این میکرد که اونچه که اتفاق افتاده ممکنه یک جنبه خودساختگی داشته باشه. این شهردار در نهایت برکنار شد، اما تا کنون هم نتیجه بررسی های وعده داده شده زاکانی شهردار تهران اعلام نشده تا یکی از رسواترین پرونده های بازی و فریب افکار عمومی برای مردم روشن شد.